آقای متین، اجازه بدید شروع بکنیم با بیانیه گروه 7 در ابتدا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و همتو فعالیت‌های موشکی. ارزیابی شما از کل این بیانیه چیه؟ بله، این بیانیه خیلی به صراحت در مورد فعالیت‌های موشکی هسته‌ای و منطقه ایران حرف میزنه و حتی وارد جزئیات میشه در رابطه با به اصطلاح پروژه موشکی جمهوری اسلامی، تلاش برای ساخت ماهواره که ممکنه استفاده در به اصطلاح تولید سلاح برای پرتاب موشک‌های هسته‌ای ایران داشته باشه، حتی به پرتاب موشک به اربیل در حدود 2 ماه گذشته میپردازه و همه اینها رو ناقض امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای میدونه و به ایران هشدار میده که از اینها رو به اصطلاح متوقف کنه و برگرده به اجرای مفاد قطعنامه 2231 کم زمان با برجام در 2015 شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرد. همچنین در مورد برنامه هستی به خصوص به پاسخهایی که جمهوری اسلامی هنوز به روشنی به آژانس نداده در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش در یک سری سایت‌های اعلام نشده اشاره میکنه که این با توجه به سفر مورا به ایران که قرار امروز صورت بگیره و همچنین اظهارات آقای گروسی که شما هم بهش اشاره کردید بسیار پر اهمیت هست و نشون میده که بین گروه 7 و آژانس در رابطه با پاسخگویی ایران در مورد فعالیت هسته‌ایش هماهنگی بسیار نزدیکی وجود داره. در خبر دیگری هم داشتیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که اورانیوم غنی شده از مراکزی رو به دست آورده که قبلا ایران معرفی نکرده. این چه پیامدی میتونه داشته باشه برای ایران؟ بله، خب اگر آژانس و رئیس آژانس به شورای حکام اطمینان خاطر ندن که همه جوابهایی رو که دنبالش بودن از ایران گرفتن، زمینه قانونی برای محکومیت ایران در اجلاس دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی هسته‌ای که اتفاقا در آخر این ماه قرار تشکیل بشه وجود خواهد داشت و اگر در مسئله احیای برجام پیشرفتی حاصل نشه تا اون زمان، بسیار محتمل هست که کشورهای غربی بخوان که این پروسه رو به اصطلاح فعال بکنن و فشار بیشتری رو بر ایران وارد بکنن. از طرف دیگه ما داریم که انریکه مورا داره به تهران میره. آیا احتمال داره که مذاکرات دوباره از سر گرفته بشه؟ با توجه به اینکه هم فشارهای دیپلماتیک داره افزایش پیدا میکنه علیه ایران، هم این مسئله به اصطلاح بیانیه گروه 7 که بهش اشاره کردیم، اظهارات رئیس آژانس که اتفاقا با توجه به اینکه کار آژانس کار کاملا تکنیکی هست و نمیتونن طرفین این قضیه به اصطلاح یعنی کشورهای که در برجام دخیل هستن اتهام سیاسی بودن بهش بزنن و در نتیجه تصمیمات آژانس یا نظرات آژانس حتی روسیه و چین که حامیان ایران هستن رو هم ملزم به اصطلاح یک سری اتخاذ یک سری رفتارهای به اصطلاح تنبیهی خواهد کرد. از این لحاظ خب فشار روی ایران زیاد است. از اون طرف ما افزایش قیمت نان و غذا رو در ایران داریم و گزارشات متعددی از بروز یا امکان بروز شورش در شهرهای ایران وجود داره. یعنی جنگ اوکراین و روسیه همزمان که با افزایش قیمت نفت فوریت سازش با غرب رو بر سر برجام برای جمهوری اسلامی کمتر کرده، اما در این حال با سد کردن صدور غله و گندم اوکراین که بزرگترین تولید کننده این اقلام هست در سطح جهان، قیمت غذا رو در کل جهان افزایش داده و به تبع اون در داخل ایران هم مسائل معیشتی رو بسیار به اصطلاح وخیم‌تر کرده و امکان اعتراضات گسترده مردمی رو بیشتر کرده. باید دید که توازن این دو به اصطلاح مکانیسم، این دو فشار بر جمهوری اسلامی، هم فشار هم فرصتی که این جنگ به وجود آورده، آیا جمهوری اسلامی رو وادار به سازش خواهد کرد یا نه، و اینکه خود آقای مورا این سفرش به ایران ایرانی رو قبول کرده و پذیرفته که این سفر انجام بشه، در گذشته اکراه داشته از پذیرش این سفر، نشون میده که ایران آمادگی داره برای به اصطلاح بحث بر سر ماهیت سازشی که قراره با غرب بکنه بر سر احیای برجام. متشکرم از توضیحات شما. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون.